سلام دوستان عزیزم، آرزو هستم از کانال استانبولند. امیدوارم که عالی باشید. این بار با یه ویدیوی جدید راجع به هزینه های زندگی تو استانبول در خدمتتون هستم. از اونجایی که قیمت ها ثابت نمیمونه و با توجه به تورم ممکنه که حالا هر چند وقت یه بار تغییر کنه، من براتون قیمت ها رو توی دیسکریپشن مینویسم و هر ماه براتون آپدیت میکنم که هر وقت خواستید یه منبع و سورسی دستتون باشه که بتونید بهش مراجعه کنید. مهمترین هزینه در هر کجای دنیا که باشیم هزینه خونه هستش، خونه و اسکان و اینجور چیزا، که خیلی مبحث پیچیده‌ایه، خیلی قابل بحثه و یه مقوله خیلی مهمیه. تو استانبول هم هزینه مسکن از حداقل، یعنی هزینه‌ای که میگم در واقع اجاره هستش، حداقل از ماهی 10-12 هزار لیر شروع میشه برای یه خونه دو خوابه نسبتاً نوساز که تو سیتم نباشه، یه جورای نرمال آپارتمان باشه و تقریباً میشه گفت دور از مرکز شهر. البته هزینه مسکن، حالا اجاره یا خرید خونه، یه مقوله خیلی بزرگ و قابل بحثیه و راجبش خیلی باید بیشتر از اینا صحبت کرد و ما تصمیم گرفتیم که توی ویدیوی جداگونه و مجزا راجب این مبحث صحبت کنیم و براتون به زودی این ویدیو رو پست میکنیم. حتما حواستون به کانال باشه که این ویدیو رو از دست ندید. بعد از هزینه مسکن میرسیم به هزینه مصرف انرژی که من برای یه خانواده 2-3 نفره رو خدمتون عرض میکنم که البته بازم بستگی داره به میزان نوع مصرفی که حالا هر خانواده داره. این مقداری که من میگم یه چیز میانگین هستش، یا هر خانواده میتونه مصرف بالاتری داشته باشه یا حتی مصرف پایینتری داشته باشه، یعنی صرف جوی بیشتری داشته باشه و بتونه مصرف پایینتری داشته باشه. خدمتون عرض میکنم که ماهیانه آب تقریبا 200 لیر، برق 300 لیر، گاز اگه تابستون باشه میانگین 200 لیر و اگه زمستون باشه بین 700 تا 1000 لیر. و حالا یه چیز دیگه به جز این انرژی هست که توی هر خونه این روزا خیلی مصرفش، یعنی روتین شده و واجبه، اینترنت هستش که اینترنت ماهیانه بین 300 تا 400 لیر هزینه مصرف در واقع اینترنت برای هر خونواری میشه. یکی از مهمترین بخش هزینه ها هزینه خورد و خوراک هستش که من اینجا لیستی از اقلام مصرفی، یعنی مهمترین اقلام مصرفی رو میگم خدمتتون به صورت لیستوار که یه میانگینی از هزینه ها دستتون باشه. 1 کیلو گوشت گوساله 600 لیر، 1 کیلو گوشت چرخ کرده 460 لیر، 1 کیلو مرغ 100 لیر، هر قرص نان یا همون اکمک 10 لیر، روغن آفتابگردان 1 لیتری 50 لیر، روغن زیتون حداقل از لیتری 240 لیر شروع میشه، ماهی چیپورا کیلویی 300 لیر، ماهی لورک کیلویی 210 لیر. و چرا این ماهی ها رو نام بردم منحصرن؟ چون که این ماهی ها از ماهی های معروف استانبول هستن که خیلی هم مصرفشون زیاده تو این شهر. البته ماهی های دیگه هم خیلی هست، ولی این ماهی ها صید خود دریاهای استانبول هست و مردم خیلی مصرف میکنن و تقریبا نسبت به خیلی از ماهی های دیگه توی این شهر این ماهی ها قیمتشون مناسب تر هستن. حالا ماهی های دیگه به ترتیب قیمتشون بالاتر میشه. میوه به طور میانگین کیلوی 30 لیر، 1 کیلو سیب زمینی 25 لیر، 1 کیلو پیاز 13 لیر، 1 کیلو خیار 14 لیر، 1 کیلو گوجه فرنگی 25 لیر، آب معدنی 19 لیتری 100 لیر. چرا میگم 19 لیتری؟ چون توی استانبول آب معدنی به وفور استفاده میشه، یعنی یه جورایی آب لوله کشی تا چند سال پیش شرب نبوده، چند سال آب لوله کشی شرب شده، ولی خب هنوز مردم آب معدنی استفاده میکنن، حالا یا آب معدنی یا دستگاه های تصفیه آب تو خونه دارن یا پارچه های تصفیه. به هر صورت هنوز این که از آب لوله کشی مردم استفاده کنن به عنوان آب شرب خیلی جا نیفتاده و مردم ترجیح میدن که از آب معدنی استفاده کنن. مثلا من خودم امتحان که کردم آب لوله کشی یه مقدار طعمش متفاوته، یه جور خاصیه، ولی من برای آشپزی از آب لوله کشی استفاده میکنم، ولی برای نوشیدن و چای و قهوه و اینا از آب معدنی یا حالا همون آب تصفیه استفاده میکنم.
بعد از هزینه خورد و خوراک، یکی از مهمترین هزینه ها هزینه حمل و نقله که به نظر من میشه گفت یکی از گرونترین هزینه ها توی استانبول هستش، که اگه بخوام با ایران یا بهتره بگم تهران مقایسه کنم، هزینه حمل و نقل توی استانبول خیلی گرونتره. حالا شما اگر استانبول کارت داشته باشید میتونید برای همه وسیله های نقلیه عمومی ازشون استفاده کنید. هزینه تاکسی رو که خب نقدم پرداخت میکنید با استانبول کارت نمیشه، و هزینه دلمش که همون مینیبوس هایی که دارن، که حالا اینجا خودشون بعضی ها دلمش میگن بعضی ها مینیبوس میگن، اینم باید نقدی پرداخت کنید. من به ترتیب هزینه مثلا یه جوره ورودی هر کدومشون رو خدمتون میگم که میانگینی داشته باشید از هزینه ها. ورودی تاکسی 24 لیر هست و حداقل مسافت 90 لیر برای شما محاسبه میشه تقریبا. هر بار کارت برای مترو 18 لیر، برای اتوبوس 18 لیر، برای متروبوس 26 لیر، مارمارای 26 لیر، کشتی و اتوبوس دریایی 26 لیر و کرایه دلمش هم بستگی داره که شما چقدر مسافت رو طی کرده باشید، ولی ورودی دلمش از 15 لیر شروع میشه و بسته به مسافتی که شما طی میکنید حالا ممکنه یه مقدار بیشتر باشه، حالا مثلا بشه 16 لیر 17 لیر ولی ورودیش 15 لیر هستش. و یه نکته دیگه بگم که اینجا بنزین میانگین لیتری 38 لیر هستش که ممکنه بیشتر هم باشه و بستگی داره چه نوع بنزینی بزنید، مثلا سوپر بزنید معمولی بزنید، که این اضافه میشه به مقدار بنزین. هزینه بعدی هزینه های درمان هستش که اینجا هزینه های درمان نسبت به ایران خیلی بالاتره، که یعنی هزینه ویزیت یه بیمارستان خصوصی اگه بخواید برید یا حالا مطب بخواید برید، برای ویزیت حداقل از 600 لیر شروع میشه. البته این برای بیمارستان خصوصی و مطب های خصوصی هستش. توی استانبول یا فکر میکنم تو کل ترکیه مثل ایران، هر محله شبیه خانه های بهداشتی که توی ایران هستش وجود داره که اسمش آیله حکیمی هستش یا همون پزشک خانواده هستش، که شما میتونید بعد از ثبت نفوستون، حالا چه اینجا اقامت عادی داشته باشید یا نه اقامت عادی که میگم یعنی هر نوع اقامتی داشته باشید یا اینکه شهروند باشید، میتونید بعد از ثبت نفوستون اطلاعاتتون رو ثبت کنید و از خدمات رایگان این مراکز استفاده کنید. و البته اگر هم بیمه باشید، حالا بیمتون مثلا میگم بیمه کاری باشه یا حالا بیمه های مختلف باشه، اونم متفاوته و حتی اگه شهروند باشید بازم متفاوته و از طریق بیمه ها تا حدود زیادی، تا جایی که من اطلاع دارم، توی بیمارستان های دولتی میتونید از خدمات رایگان استفاده کنید یا از خدماتی که هزینه هاشون خب خیلی پایین ترن نسبت به هزینه های آزاد و خصوصی. یه نکته دیگه که راجع به بیمه ها میخوام بگم خدمتتون اینه که شما برای اداره مهاجرت توی مدارکتون حتما باید یه بیمه تهیه کنید، یه هزینه پرداخت کنید و توی مدارکتون ارائه بدید. این بیمه ها خیلی کاربردی نداره، شاید یه موارد خیلی خاص و کمی بتونید ازشون استفاده کنید، یعنی خیلی کاربردی نیستن توی کشور ترکیه، یه جورای فرمالیته محسوب میشن. هزینه های لباس و پوشاک هم کاملا بستگی به لایف استایل هر شخصی متفاوته. حالا یکی برن میپوشه، یکی نه. یکی سالی چند بار خرید میکنه، یکی سالی یه بار یا حتی چند سال یه بار. و این قیمت های یعنی هزینه های پوشاک بستگی به هر فرد متفاوته. حالا شما اگه بخواید برندهای ترک یا اصلا کلن جنسهای ترکی که اصلا برند نیستن، کلن جنس ترک هن که مثل خرید توی بازارها یا حتی هفته بازارها داشته باشید، به نظر من و تجربه شخصی خودم قیمت ها نسبت به ایران معقول تره، یعنی مناسب تره. و البته اگه بخواید برندهای دیگه هم خرید کنید، از اونجایی که توی ایران نمایندگی برندها وجود نداره و یه جورایی نمیتونید از خود نمایندگی توی ایران خرید کنید، باز اونم به نظر من توی ترکیه میتونید با قیمت مناسب تری خرید داشته باشید. و البته اگه توی آف و حراجهاشون خرید کنید، خب قطعا میتونید با هزینه های معقول تری خرید داشته باشید.
بعد از هزینه های اولیه هر زندگی میرسیم به هزینه های تفریح و گشت و گذار که اونم باز بستگی به لایف استایل هر شخصی و نوع تفریح هر شخصی متفاوته. حالا اینجا اگر یه فردی سیگاری باشه و مصرف روزانه سیگار داشته باشه، قیمت سیگار برای هر پاکت از 55 لیر شروع میشه. بعد از سیگار خب مصرف مشروبات الکلی هست که اگه کسی مصرف داشته باشه، حالا مثلا بخواد برای تفریح استفاده کنه یا هر به قول گفتنی عادت داشته باشه که روزانه مصرف کنه یا هر مدل دیگه ای، قیمت آبجو بطری از فکر میکنم آره از 75 لیر شروع میشه که برای آبجو بطری 500 سیسی هستش و بسته به برندش ممکنه خب آبجوهای گرونتر هم باشه، ولی خب توی میانگین نرخ قیمت آبجو این قیمت هستش. و مشروبات الکلی که شیشه ای که بخواید خریداری کنید، شیشه مشروب مثل ویسکیه 300 میل از 600 لیر شروع میشه و بستگی داره به نوع مشروبی که هر کسی استفاده میکنه، حالا برندش و اون نوع مشروبی که وجود داره، ودکا هستش، ویسکی هستش یا حالا هر چیز دیگه، قیمت ها بالاتر هست و پایین تر هستش. فکر میکنم یه ویدیوی توی کانال باشه که قیمت مشروب رو بررسی کرده، البته فکر میکنم حالا تقریبا یکی دو سال پیش باشه، حالا توی برنامه هامون هستش که دوباره یه ویدیو جدید راجع به این معقوله ساخته بشه. هزینه یه رستوران معمولی برای غذاهای نرمال و معمولی مثل ساندویچ دونر، همون دونر کباب یا دوروماشون یا ساندویچاشون، پیتزا یا همبرگر برای هر نفر از 220 لیر شروع میشه. و اگه اهل سینما و تئاتر هم باشید، بلیت سینما تقریبا از 150 لیر شروع میشه که دیگه حالا هزینه های دیگه تفریح هم وجود داره که بستگی به نوع تفریح شما و حالا سبک تفریح شما، لایف استایل شما متفاوته. حالا اگه شما فرزندی داشته باشید، قطعاً هزینه های هر فرزندی به هزینه های زندگی اضافه میشه. حالا نسبت به سن فرزندتون که فرزندتون مدرسه میره یا دانشگاه میره، حالا اگه مدرسه و دانشگاه میره، دولتی میره یا خصوصی، خب هزینه ها متفاوته. ولی یه میانگینی از هزینه های مدارس و دانشگاه های خصوصی میگم خدمتتون که اگه فرزند شما مدرسه خصوصی بره توی استانبول، حداقل از ماهی 6-7 هزار لیر هزینه ها شروع میشه برای مدارس خصوصی و دانشگاه ها هم سالیانه از 2-3 هزار دلار هزینه های دانشگاه های خصوصی شروع میشه که بستگی داره که حالا فرزندتون این مدارس و یا این دانشگاه ها رو برن یا دولتی برن، این روی هزینه های زندگی شما قطعا مؤثره. خیلی دوست دارم دوستانی که توی ایران زندگی میکنن یا حالا هر کشوری زندگی میکنن، بعد از دیدن این ویدیو، حالا هزینه هایی که من اعلام کردم، میانگین هزینه هایی که اعلام کردم، بیان توی کامنت ها بنویسن که تو اونجایی که زندگی میکنن هزینه های زندگی چقدر تفاوت داره با استانبول، بالاتره یا پایین تره، حالا میزان تورم توی اونجایی که زندگی میکنن توی این چند سال اخیر چطور بوده، یعنی خیلی زیاد بوده، نه خیلی کم بوده تورم داشتن. قطعا که تو این چند سال اخیر فکر میکنم همه جای دنیا تورم داشته. اینا رو توی کپشن بنویسن که دوستای دیگه هم بخونن که اگه خواستن مقایسه کنن و ما هم مطلع بشیم.